سلام دوستان، سلام رفقا، ایشالله شاد و تندرست باشین و از کرونا و به ویژه کرونای ولایت در امون باشین. عرض کنم خدمت انبر عالی که شیخ فری با یه دور درجا سر عزاداری تو شرایط کرونایی چنان خط ترمزی انداخت که بیا با ببین. ملاحظه بفرمایین، اجتماعات همچنان ممنوعه. حالا گرچه گاهی اعلام میشه مثلا برای یه هفته در فلان استان ممنوعه، ولی ما در ستاد ملی این رو فرای استان اعلام کردیم، گفتیم در تمام کشور در شرایط فعلی تا اطلاع ثانویه اجتماعات به عنوان عزاداری، به عنوان عروسی، به عنوان میهمانی، تحت هر عنوان، سمینار، جشنواره، هر چی میخواد باشه، اجتماعات رو ممنوع کردیم. این دیگه استانی نیست، سراسری است. چی شد شیخ فری؟ حالا همه چی ممنوع شد؟ مگه خودت نبودی که چند روز پیش پر رو گفتی قرمز و سفید نداره، همه جا عزاداری میکنیم؟ ها چطور شد که طرحت واسه فرستادن ملت تو کوره آدم سوزی کرونا شکست خورد؟ ها ملاحظه بفرمایید که چطور میخواست ملت رو کرونایی کنه؟ ما عزاداری، همه جا عزاداری امام حسین رو باید انجام بدیم، تو روستا، شهر، اون جایی که ما میگیم وضعیت قرمز، زرد، نمیدونم چیه، هشدار، هر چی که هست، همه جا باید عزاداری امام حسین رو انجام بدیم. بله، آخوندا میخواستن به نام عزاداری ملت رو به کشتن بدن و بفرستن به قتلگاه کرونا، اما ترسیدن، بد جوری هم ترسیدن. از چی؟ خب معلومه، از یه خیزش سراسری. بله. اکنون 7 میلیون جوان بیکار هستند، گرانی و تورم بیداد می کند و هر لحظه افزایش پیدا می کند و به عبارتی افسار گسیخته شده است. در نتیجه باید منتظر انواع آسیب‌های اجتماعی و خیزش اجتماعی باشیم. منظور از خیزش همان اتفاقی است که در دی ماه 96 و آبان ماه 98 رخ داد و اگر حاکمیت نمی‌تواند در قبال ناامیدی مردم نسبت به مشکلات اقتصادی کاری بکند، باید منتظر عواقب و اتفاقات بد بعدی باشد. وای اوزی و شیخ فری تو بنبستن، اونم بدجور. از یه طرف میخوان ملت رو کرونایی کنن و به عذاب و ماتم کرونا بنشونن، تا بلکه با کلام تلفات کرونایی نظام ولایت جون سالم به در ببره. از اون طرف اوضاع و احوال جامعه اینیه که این یارو گفت. حالا وضعیت اوزی مثل کسیه که رو اره نشسته، نه راه پس نه راه پیش، تو بنبسته، منتظر نوبتشه. بله دوستان، مرحمت زیاد. Check one.